سرخط تازه‌ترین ها جنرال انگلیس پس از خروج خارجی طالبان دلیل برای جنگ ندارند. پنتاگون شمار نظامیان باقی مانده در افغانستان از ترس طالبان فاش نخواهد شد. رئیس جمهور فرانسه به زبان فارسی با مردم افغانستان همدردی کرد. قتل یک آموزگار توسط افراد ناشناس در کابل و همچنان در پایان. فرمانده پیشین پلیس پکتیا در یک حمله مسلحانه کشته شد. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا میگوید که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان طالبان هیچ دلیل برای سخن گفتن از جهاد ندارند. با گزارش اسپوتنیک نیکلاس پادری کارتر رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا در یک گفتگوی ویژه با طلوع نیوز میگوید که با بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان طالبان هیچ دلیل برای سخن گفتن از جهاد ندارند. نیکلاس پادری کارتر گفته که طالبان اکنون در برابر افغانها می جنگد و نیاز است از این کار دست بکشند. رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا و قمر جاوید باج و رئیس ستاد ارتش پاکستان دو روز پیش وارد کابل شده و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور دیدار کردند. در این دیدار درباره گفتگوهای سال، نقش و اثرگذاری پاکستان بر طالبان، چگونگی روابط دو کشور و پایان خشونت‌ها گفتگو شده است. نیکلاس پادری کارتر رئیس ستاد نیروهای مسلح بریتانیا در این مصاحبه گفته واقعیت این است که این خروج نشان دهنده تحول راهبردی حضور نظامیان آمریکا و ناتو است و تصمیمی است که گرفته شده. مهم این است که بدانیم طالبان برای سخن گفتن از جهاد دیگر هیچ دلیل ندارند. اکنون در برابر افغانها می جنگند. این در روند سال به دیگران یک آله فشار است و شاید امکان پایان این جنگ را فراهم بسازد. پنتاگون شمار نظامیان باقی مانده در افغانستان از ترس طالبان فاش نخواهد شد. سخنگوی پنتاگون اعلام نمود که پس از آغاز روند خروج آمریکا از افغانستان شمار سربازان خود را تا ختم این روند به دلیل تهدید طالبان افشا نخواهد کرد. با گزارش اسپوتنیک پنتاگون وزارت امور دفاع آمریکا اعلام کرده است که ایالات متحده پس از آغاز خروج نیروها از افغانستان از ترس طالبان شمار سربازان باقی مانده در افغانستان را فاش نمی‌کند. این وزارتخانه گفته است عقب نشینی نیروها همچنان ادامه دارد. نمایندگان آمریکا مراقب خواهند بود که تعداد نیروهای نظامی در افغانستان را فاش نکنند، زیرا در غیر این صورت سطح آگاهی خاصی از اوضاع به طالبان داده خواهد شد. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفت ما باید از امنیت پرسنل خود به ویژه هنگام خروج اطمینان حاصل کنیم. با گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون علاقمند حل سیاسی جنگ افغانستان از جمله از طریق توافق بین دولت افغانستان و طالبان است. کربی گفته است ایالات متحده پیشبینی لوجستیکی از نیروهای مسلح افغانستان را فراهم خواهد کرد. سخنگوی پنتاگون تصریح کرد ما باید از امنیت پرسنل نظامی خود در افغانستان به ویژه هنگام خروج اطمینان حاصل کنیم. ما باید تمام چالش‌های موجود و تهدید ناشی از گروه طالبان را مد نظر داشته و مسئولانه عمل کنیم. گفتنی است جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در تاریخ 14 اپریل 2021 خروج بدون قید و شرط و قاطعانه همه سربازان آمریکایی از افغانستان را اعلام کرد. بایدن در سخنرانیش در کاخ سفید اعلام کرد وقتش رسیده که طولانی ترین جنگ آمریکا پایان یابد و نیروهای آمریکایی از افغانستان به خانه برگردند. روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس فرمان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده به تاریخ اول ماه می آغاز شد و قرار است تا 11 سپتامبر سال جاری تکمیل شود. نیروهای ائتلاف بین المللی نیز تا این مدت افغانستان را ترک خواهند کرد. گفتنی از در دوران حضور نظامی آمریکا در افغانستان که از سال 2001 و به دنبال سرنگونی گروه طالبان از قدرت به دست این کشور آغاز شد، بیش از 2000 سرباز آمریکایی کشته شدند. در مقابل ده ها هزار افغان نیز در جریان این جنگ 20 ساله جان خود را از دست دادند. رئیس جمهور فرانسه به زبان فارسی با مردم افغانستان همدردی کرد.
رئیس جمهور فرانسه در رابطه به حمله مرگبار به مکتب سیدالشهدا به زبان فارسی با مردم افغانستان ابراز همدردی کرد. با گزارش اسپوتنیک، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با انتشار پیامی به زبان فارسی در فیسبوکش با مردم افغانستان به خاطر حمله مرگبار به مکتب سیدالشهدا ابراز همدردی کرد. حمله مرگبار به این مکتب که در 18 ثور اجرا شد، 85 کشته و 150 زخمی بر جای گذاشته است. اکثر قربانیان این حمله دختران دانش آموز بودند. امانوئل ماکرون در پیام خود گفته است که تروریستان با حمله به دانش آموزان و با کشتن جوانان می‌خواستند آرزوی افغانستان را نابود کنند. او در این پیام همبستگی فرانسه را با مردم افغانستان اعلام کرده است. رئیس جمهور فرانسه افزوده است مبارزات خود را علیه جهالت ادامه می‌دهد. قتل یک آموزگار توسط افراد ناشناس در کابل. منابع امنیتی میگویند که یک آموزگار شب گذشته در شهر کابل به قتل رسیده است. به گزارش اسپوتنیک، پلیس کابل تایید کرد که یک کودک آموزگار توسط افراد مسلح ناشناس در مربوطات ناحیه 11 شهر کابل کشته شده است. پلیس کابل گفته که این رویداد حوالی ساعت 9 شب گذشته سه‌شنبه 21 ثور در ساحه سرای شمالی از مربوطات ناحیه 11 شهر کابل رخ داده است. خانواده این آموزگار نیز گفتند که روحین در یکی از مکاتب خصوصی شهر کابل آموزگار بود که شب گذشته توسط دزدان مسلح به قتل رسید و موبایل پول او به سرقت برده شد. پلیس کابل تایید کرده است که پلیس در تلاش شناسایی و بازداشت عاملان این قتل می باشد. گفتنی است که در این اواخر میزان جرایم جنایی در شهر کابل افزایش یافته است. شهریان کابل همواره نهادهای امنیتی را به ناتوانی متهم می کنند و می گویند که آنان در تأمین امنیت جان شهروندان موفق نیستند. فرمانده پیشین پلیس پکتیا در یک حمله مسلحانه کشته شد. منابع امنیتی در ولایت خوست در گفتگو با خبرگزاری افق تایید کردند که اختر محمد شاهین فرمانده پیشین پلیس پکتیا همراه با 3 نفر دیگر در یک حمله مسلحانه کشته شد. یک منبع که نخواست نام از وی گرفته شود گفت که آقای شاهین شام روز سه‌شنبه 21 ثور در مربوطات ولسوالی تنه خوست با کمین افراد مسلح مواجه شده است. این منبع جزئیات بیشتر در این زمینه ارائه نکرد. دلیل حضور آقای شاهین در خوست تاکنون روشن نیست. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت نوشته است که آقای شاهین توسط جنگجویان این گروه کشته شده است. آقای شاهین در اواخر سال گذشته در اعتراض به فساد در تشکیلات پلیس از سمت فرماندهی پلیس پکتیا استفاده داده بود. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب و ویدیوهای من را لایک نمایید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. روزتان خوش.